سلام برام از خیلی خوش اومدید به ویدیو. این بار برگشتم با یه احضار 5 میلیون‌تر احضارهای قبل، مثلا اون احضارهای قبل رو فراموش کن، این احضار فوق‌العاده ترسناکه. من خودم پشمام می‌ریزه می‌خوام اینو انجام بدم. واسه انجام دادن این احضار یه آینه طور کنم نیاز داری، چیزی که انعکاس بده شما رو، یه آینه. بعد چیزی که دوم نیاز دارید یه دونه ماژیکه، حالا ماژیک نما رژ لبا میگم، میتونی استفاده کنید که چیزی باشه بگیرید بنویسیدش دیگه. بعد حالا اون شکلا هم بهتون نشون میدم جلوتر، یا الان دارید میبینید جلوتر میاد واسهتون. خیلی خب، بریم ترتیب انجام احضار رو بهتون بگم. اول آیت الکرسی رو میخونید، شکل رو روی آینه میکشید و دستتون رو میذارید رو زانوتون، بعد مفاتیح الغیب رو میخونید و بعد این جمله رو میگید. جمله‌شو زیاد حفظ نیستم. جمله‌شو میگید: حاضر شوید ای گروه جنیان به حرمت این آیات که تلاوت کرد. من خودم پشما میریزم و دیگه بریم واسه اجراش. خیلی خب برای بچ اومدم که بریم واسه اجرا. قدر از ریدم به خودم مسئله مهمی نیست. بگم که صدا شم میخواید با یه آیات الکرسی که همه جا پیدا میشه دیگه، دکان داشته باشید، یه فندک و یه پارچه یا چادر. که تا گفتم اگه به صورت عادی احضار نشود، احضار نشود، یه چیز چادر یا پارچه بدون زیر میادش تا وسط یه شام نیاد. بله، شما آینه ها رو، همه آینه هایی که اینجاست غیر از این، هر چی تو خونه تون هست دارید بپوشونید. فقط این آینه که جلوتون هست باید باشه، اون آینه قبلی ها که هر چی تو خونه تون هست بپوشونید، با یه پارچه یا هر چی هست بپوشونیدش. بریم شما روشن کنیم. شما رو روشن کردید آیت الکرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله و لا اله الا هو الحی القیوم. حالا شکل رو باید بکشیم. شکلش یه خورده سخته انگار. الان مفاتیح الغیب رو باید بخونیم. مفاتیح الغیب رو بلند نمیخونم که چیز نشه، مشکل بیش نیاد. حاضر شوید ای گروه جنیان به حرمت این آیات که تلاوت کردید. حاضر شوید ای گروه جنیان به حرمت این آیات که تلاوت کردید. حاضر شوید ای گروه جنیان به حرمت این آیات که تلاوت کردید. بکنم حالت عادی شانس نداریم نمیاد و بریم زیر پاچه. حاضر شوید ای گروه جنیان به حرمت این آیات که تلاوت کرد. برشا چی شد؟ بدش کن، قطعش کن. بابا